شعلای از کنگره آمریکا به ما پیوسته. حالا انتخابات ریاست جمهوری اصلا بذاریم کنار، در کنگره هم شب بدی نیست برای جمهوری خواهان آرش. فعلا که عدداشون خیلی خوب هست. من هنوز واقعا ببخشید نتونستم واقعا هضم کنم این داستان آمارهایی که ما داشتیم تا چند روز پیش میخوندیم. آقای شرد براون باخت در ایالت اوهایو همین چند دقیقه پیش، کسی که تا دیروز پریروز مطبوعات جریان هستی میگفتن با 5% اختلاف پیش است، با 5% اختلاف باخت، یعنی 10% اختلاف بود. آقای شرد براون نبودش در کنگره 119 که کنگره بعدی خواهد بود، برای دموکرات ها گرون تمام خواهد شد. در ایالت پنسیلوانیا هنوز مکورمیک جلو هست، 81% آرا شمردن، 48.8 به 47.7، یعنی از 1% هم بیشتر است. آقای مکورمیک سه هفته پیش میگفتن خیلی عقب هست. آقای هوودی در ویسکانسین ایشون هم پیشی گرفته از خانم بالدوین، 49.8 به 48.1، 70% آرا هم شمرده شده است. اگر این آرا باقی بماند، جمهوری خواهان عددشون توی سنا میرسه 53، یعنی این سه نفر اگر به پیروزی برسن به طور قطعی، غیر از اینکه اتفاقات دیگری میفته، اگر تمام ایالت‌های دیگر هم اونجوری که دموکرات‌ها میخواهند ببرند، باز جمهوری خواهان 53 به 47 سنا را از آن خودشون خواهد کرد. در اون ورم دموکرات ها ادم شیف به نظر میاد در کالیفرنیا پیروز شده است، با اینکه 26% آرا را شمردن، هنوز البته مونده است. آقای ادم شیف یکی از افرادی بود که موافق قانون مهسا بود، برای تصویبش هم تلاش کرد. یک فردی است که به خاطر اینکه ایرانی های زیادی در کالیفرنیا هستند، در مورد مسئله جمهوری اسلامی با دموکرات های دیگه یک مقدار زاویه دارد و تا حدودی مخالف جمهوری اسلامی است. باید دیدیم، ایشون تو مجلس نمایندگان بود تا همین کنگره 118، الان می رود به سنا، باید در اونجا چه کاری می کند برای ایران و ایرانی ها. در مجلس نمایندگان هم اون چیزی که من الان دارم می بینم 169 به 123 هستند. جمهوری خواهان اکثریت ناچیزی دارن فعلا در مجلس نمایندگان، ولی آیا در یک سری از ایالت‌هایی که انتظارشون نمی‌رود، در همین ایالت‌های مثل پنسیلوانیا، مثل ویسکانسین، مثل میشیگان، مثل کارولینای شمالی، مثل جورجیا، میتونن یک سری کرسی‌های بیشتری بگیرن؟ 4-5 کرسی اکثریت داشتن با 14-15 یا حتی 20 کرسی برتر بودن، خیلی متفاوت خواهد بود از لحاظ سیاسی، سیاستش متفاوت خواهد بود. ولی اگر همینجوری این داستان هم ادامه پیدا کنه، به نظر میاد آقای مایک جانسن رهبر اکثریت بشود در مجلس نمایندگان، ادامه بدهد کارشو مایک جانسن به عنوان رهبر اکثریت. در داستان ریاست جمهوری هم با اینکه هنوز سورپریز خاصی ندیده ایم، به نظر می آید که همونجور که کارزار ترامپ امیدوار بوده است، تا حالا پیش رفته است داستان، هم در مورد جوانان، هم در مورد سیاه پوستان و هم در مورد مردان. تعداد مردان بیشتری تا حالا رأی دادن نسبت به، اگر بخوایم به نسبت سال 2020 نگاه کنیم، مردان بیشتری رأی دادن. مردان معمولا بیشتر به ترامپ رأی می دهند. ولی خب باز هم یک سری، من اینجا داشتم گزارش هایی میدیدم و مطبوعات مختلف، مردانی بودند که از صندوق رأی آمده بودند بیرون، مثلا با پدری صحبت کردن که جمهوری خواه بود، میگفت 4 تا دختر دارد، هر 4 تا دخترشون به شدت به دنبال قوانین پایان حق خودخواسته، پایان بارداری بودند و انقدر به پدر فشار آوردند که او هم گفته است در خانواده‌ای که من 4 تا دختر دارم، جرأت نمی‌کنم بخوام رأی بدم به اون چیزی که اونها باش بخواهن مخالف باشن. برای این پدر جمهوری خواه رأی داده بود اونجوری که دختراش می‌خواستن. یا CNN من دیدم یه گزارش دیگه الان منتشر کرد که یک آقای اومد بیرون گفت دوست دخترش تهدیدش کرده بود که اگر به هریس رأی ندهد باهاش به هم خواهد زد. حالا که چه جوری این خانم خواهد فهمید که ایشون به کی رأی داده، این خودش داستانی است. ولی به هر جهت، آیا این تعداد این مردانی که قرار است پشت کنن به ترامپ، باید اینا تعدادشون چقدر خواهد بود و اون تعداد از سیاه‌پوستایی که قرار است پشت کنن به کامالا هریس، اونا تعدادشون چقدر خواهد بود؟ در نهایت هم اول امشب عرض کردم اون بخشی از مردم آمریکا که تعیین کننده خواهد بود رأیشون در این انتخابات، اون بخش رأی دهندگان مستقل هست
جمهوری خواهان و دموکرات ها این بار به تنهایی نمی توانند این انتخابات رو پیش ببرند. به شدت به آرای مستقل احتیاج خواهند داشت و در نهایت در طول یکی دو روز آینده ما خواهیم فهمید کدوم بخش از دموکراسی که کدوم یکی از این آرای مستقل با آقای ترامپ رسیده است، کدومش با خانم هریس رسیده است. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا.